هیچ کس نزد خود چیزی نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد هیچ حلوایی نشد استاد فن تا که شاگرد شکرریزی نشد بابک فرهانی هستم قسمت دوم تئوری موسیقی به زبان ساده رو به اتفاق هم ادامه خواهیم داد در بخش اول ما نوت‌های روی پنج خط حامل و بین خطوط حامل رو یاد گرفتیم و این هفته با نوت‌های آشنا میشیم که بالاتر از پنج خط حامل یا پایینتر از پنج خط حامل توسط یک سری خطهای اضافه که دقیقا موازی با پنج خط حامل هستند نوشته و اجرا میشن بالای خط پنجم حامل نوت سل روی خط اول اضافه نوت لا بالای خط اول اضافه نوت C روی خط دوم اضافه نوت دو بالای خط دوم اضافه نوت ر و روی خط سوم اضافه نوت می نوت ها رو به ترتیب با هم تکرار خواهیم کرد سول، لا، سی، دو، ر، می در این تصویر با نوت های زیر خط حامل آشنا میشیم زیر خط اول حامل نوت ر روی خط اول اضافه نوت دو زیر خط اول اضافه نوت سی روی خط دوم اضافه نوت لا زیر خط دوم اضافه نوت سل و روی خط سوم اضافه نوت فا نوت ها رو به ترتیب با هم تکرار میکنیم ر دو سی لا سول فا در بخش اول آموزش تئوری موسیقی خدمتتون توضیح دادم که موسیقی از دو رکن اصلی صدا و ریتم یا همون وزن تشکیل شده اکثر محققا و دانشمندا وزن یا همون ریتم رو قدیمی ترین و اصلی ترین عنصر موسیقی میدونن چون در نواختن سازهای اولیه که از نظر وسعت صدا یا دامنه صوتی بسیار محدود بودن وزن یا ریتم نقش اصلی رو عهدهدار بوده جایگاه وزن یا ریتم به قدری بالا بوده که اکثر فلاسفه و دانشمندان نامی ما مثل فارابی و ابن سینا بخشی رو در آثارشون به بحث در مورد ریتم پرداختند منظور از وزن در موسیقی به کار بردن صداها و سکوتها با امتدادهای گوناگونه اگر دقت داشته باشید ما در صحبت های روزمرمون با ریتم های مختلفی صحبت میکنیم یعنی وزن کلام ما دائما در حال تغییره صحبت میکنیم، سکوت میکنیم، گاهی با سرعت و گاهی آرام صحبت میکنیم بنابراین برای نشان دادن کشش های مختلف در موسیقی هم نیاز به علامات خاصی داریم برای این منظور هفت شکل نوت در موسیقی استفاده میشن اولین نوت نوت گرد که در واقع واحد کشش موسیقی ما هم به حساب میاد نوت سفید یک دوم واحد یا همون گرد نوت سیاه یک چهارم واحد نوت چنگ یک هشتم واحد نوت دولا چنگ یک شانزدهم واحد نوت سلا چنگ یک سی و دوم واحد و نوت چارلا چنگ یک شست و چهارم واحد بنابراین به طور مثال اگر کشش یک نوت گرد چهار ثانیه یا چهار ضرب طول بکشه نوت سفید دو ثانیه نوت سیاه یک ثانیه چنگ یک دوم ثانیه دولا چنگ یک چهارم ثانیه سلا چنگ یک هشتم ثانیه و چارلا چنگ یک شانزدهم ثانیه طول خواهد کشید طبیعتا سکوت های موسیقی هم خارج از این قاعده نیستند و کشش اونها برابر با نوت های موسیقی هست در اینجا با اشکال مختلف سکوت های موسیقی آشنا میشیم سکوت گرد زیر خط چهارم حامل سکوت سفید روی خط سوم حامل و سکوت سیاه چنگ دولا چنگ سلا چنگ و چارلا چنگ که روی پنج خط حامل کشیده میشن تمامی آثار موسیقی از لحاظ زمانی به قسمت های کاملا مساوی تقسیم میشن که هر قسمت اون رو میزان مینامه و خطی که به صورت قائم این جملات رو از هم تفکیک میکنه رو خط میزان می میزان های ما میتونن دو ضربی، سه ضربی یا چهار ضربی باشن یا حتی وزن مختلف داشته باشن به طور کلی ما سه نوع میزان داریم میزان ساده، میزان ترکیبی و میزان مختلط یا لنگ که ترکیبی از میزان های نامساوی است میزان ها رو با اعداد کسری که مشهورم به کسر میزان نشون میدیم به طور ساده میشه اینطور بیان کرد که صورت کسر نشان دهنده تعداد ضرب و مخرج کسر نشان دهنده شکل ضربه که با توجه به جدول کشش های موسیقی که قبلا توضیح داده شد سنجیده میشه به طور مثال کسر میزان چهار چهارم که یک کسر میزان ساده هست این رو به ما میگه که ما در هر میزان موسیقیمون چهار نوت با کشش سیاه داریم بنابراین هر ضرب ما برابر با یک نوت سیاه خواهد بود چرا که مخرج چهار نشان دهنده نوت سیاهه همونطور که گفتیم نوت سیاه یک چهارم نوت گرد یا همون واحد موسیقی به حساب میاد رایشترین و معروفترین کسر های میزان ساده عبارتند از دو چهارم، سه چهارم و چهار چهارم میزان های ترکیبی اگر در کنار هر ضرب میزان ساده یعنی در سمت راست نوت یک نقطه قرار بدیم نصف کشش همون نوت به ارزش زمانی اون نوت اضافه خواهد شد یعنی اگر ما یک نوت سیاه نقطه دار داشته باشیم ارزش زمانی یا کششش برابر با یک نوت سیاه به اضافه یک نوت چنگ هست به طور ساده اگر یک نوت سیاه یک ثانیه طول بکشه ما نیم ثانیه به کشش اون نوت اضافه خواهیم کرد و نوت سیاه نقطه دار برابر با یک و نیم ثانیه طول خواهد کشید ضمن اینکه در نظر داشته باشید یه نوت سیاه برابر با دو نوت چنگ است و ما با اضافه کردن نقطه در واقع یک نوت چنگ دیگه به اون اضافه می کنیم و سیاه نقطه دار برابر با سه نوت چنگ خواهد بود حالا ما یک میزان ساده مثل دو چهارم رو تبدیل به میزان ترکیبی شش هشتم می کنیم معروفترین و رایجترین میزان های ترکیبی شش هشتم، نه و دوازده هشتم هستند که از میزان ساده دو چهارم، سه چهارم و چهار چهارم ساخته شدن. بین میزان ساده و ترکیبی یک نسبتی وجود داره که در اینجا با اون آشنا میشیم. همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم هر ضرب یک میزان ترکیبی یک نوت سیاه نقطه داره. بنابراین برای تبدیل یک میزان ساده به میزان ترکیبی کافیه کسر میزان ساده رو در کسر سه دوم ضرب کنیم تا به کسر میزان ترکیبی برسیم به طور مثال کسر میزان ساده دو چهارم رو ضرب در سه دوم میکنیم که حاصلش ۶م خواهد بود یا بلکس اگه بخوایم یک کسر میزان ترکیبی رو به ساده تبدیل بکنیم کسر میزان ترکیبی رو به کسر سه دوم تقسیم خواهیم کرد در مورد میزان های مختلط یا لنگ همونطور که قبلا خدمتون توضیح دادم هرگاه که ما چند میزان نامساوی رو به لحاظ تعداد ضرب پهلوی هم بگذاریم میزان مختلط یا لنگ ساخته میشه مثلا کسر میزان پنج چهارم از دو کسر میزان ساده دو چهارم و سه چهارم یا بالعکس سه چهارم و دو چهارم تشکیل شده دقت کنید این کسر میزان رو ابتدا به صورت دو ضربی سه ضربی میشموریم یک دو یک دو سه یک دو یک دو سه و حالا برعکس یعنی اول سه ضربی و بعد دو ضربی یک دو سه یک دو، یک دو سه یک دو به طور خاص ما در میزانهای مختلط یا لنگ همیشه کمبودی رو احساس میکنیم. به خاطر همین هست که این ریتم ها به ریتم های لنگ هم معروف شدن با آرزوی این که تا بدین جای آموزش بهره کافی رو برده باشید شاد و پیروز باشید